اینکه هرگز فرزند خود را طلبکار پدر و مادر نداند. در این مورد دو مسئله باید در نظر بگیریم همیشه. هر فرزند باید این دو مسئله را در نظر بگیرد. مسئله اول این که هرچه انسان با پدر و مادر خود رفتار کند، بالاجبار در پایه پیری با خود او رفتار می شود. سنت الله در خلقت چنین است. هر رفتاری شما با پدر و مادر بکنید، همون رفتار با شما خواهد شد. پس برای این که در پایه پیری گرفتار فرزندان ناخلف نشوید، لازم است پدر و مادر را خیلی مهربان و درست نگه دارید. اگر شما گفتار پدر و مادر را به جان و دل پذیرفتید، اگر اونا ناراحتند، اونا را تحمل کردید، در پایه پیری گفتارت پذیرفته می شود و ناراحتی تحمل می شود. این یک مسئله. مسئله دوم این که رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیثی فرمود: کل ذنب یؤخر الله عقوبته الى یوم القیامه الا عقوق الوالدین فانه يعجله لصاحبه في الحياه قبل الممات او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر گناهی خداوند انتقام اون را به روز قیامت به تأخیر می اندازد، موکول می کند، بجز بد کردن به حق پدر و مادر، که این گناه قبل از مرگ مؤاخذه می کند طرف را. هرگز سالم و برومند و ثروتمند و قدرتمند بودن انسان دلیل سعادت اونیست، که به موجب نص قرآن وسائل و ثروت و خوشی این جهان پاداش کارهای کسی نیست. این خیلی مهم است. مطلب به اجماع عقلای اهل دین و مذهب و به اتفاق علمای اسلام، اون که در این جهان هست پاداش کسب و کار مردم نیست، نتیجه کسب و کارشون هست ولی پاداش کسب و کار نیست. ولی ژاپنی ها خوب کار کردن، به اخلاص کار کردن، آمریکا را هم بدهکار کردن، آلمان ها اگر بمونن به زودی جهان را بدهکار میکنن، نتیجه کسب و کارشون میبینن دیگه. ما شرقی ها متاسفانه امت اسلام در حال حاضر همه تنبلی کردیم و بیکاری و به جان هم افتادیم، باندبازی را انداختیم در کشورهای اسلامی، خب بدبخت شدیم، باید ماشینمون از همه جا بخریم. ما هم نتیجه کسب و کار خود میبینیم، نتیجه غیر از پاداشه. دقت فرمودید؟ خوب دقت کنید. نتیجه کار غیر از پاداش کاره. نتیجه کار یک دوست اینه که مالی که دوزیده میگیرد، بین خودشون تقسیم میکنن. پاداش اونا چیست؟ بفرمایید پاداش دوست چیه؟ زندان، قطع دست. این پاداشه. بنابراین شما در این دنیا نتیجه کارتون میبینید حتما. تنبلی و بیکاری باشه، نتیجه از گرفتاری و بدبختیه. حالا سیگار بکش، آخر سرطانه، بیماری آسمه، تنگ سینه است و از کار افتادن ششون مردن، نتیجه سیگار کشیدن. خیلی واضح و ساده. اما پاداش غیر از نتیجه است. به اتفاق علمای اسلام در این جهان هیچ کس پاداش کار خود را نمیبیند، نتیجه کار میبینیم. من امیدوارم جوانان به این مطلب ظریف توجه کنند، تفاوت بین نتیجه کار و پاداش کار. نتیجه کار حتما در این دنیا دریافت میکنیم. کارخانه را بیانداز، درست کار کن، خوب نتیجهش درآمد داری دیگه. هم مردم از بهره کارخانه از سود میگیرن، هم خوده. حالا کارخانه را نینداز، پول به دست نیاری، اگر به دست آوردی خب اون پول در راه غیر شرعی خرج کن، بازم نتیجهش همون مفلوک بودن و بدبختی میشود دیگه. اما در هر دو مورد پاداش در جهان بعدی مردم میشود.